مسلمانان چین که اویغور نامیده می شوند یکی از بزرگترین اقلیت های دینی چین به حساب میآیند. وضعیت این اقلیت و اقدام هایی که دولت مرکزی چین برای زیر فشار قرار دادن و سرکوب آنها انجام می دهد همواره با سانسور خبری مواجه است یک مرکز تحقیقاتی استرالیایی فاش کرده که دولت چین با هدف کاهش زاد ولد در میان مسلمانان اویغور سیاست و برنامه های خاصی را دنبال می کند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مؤسسه سیاست های استراتژیک استرالیا با انتشار گزارشی از برنامه و سیاست دولت مرکزی چین برای تهدید نسل و کاهش زاد و ولد در میان مسلمانان اویغور به خصوص در اقلیم مسلمان نشین شینگیان که در غربی ترین نقطه مرزی سرزمین چین قرار دارد پرده برداشت این مؤسسه با استناد به اظهار نظرهای مقام ها و ارگان های رسمی دولت چین به نوشتن و تهیه این گزارش اقدام ورزیده و فاش کرده که جدول نمودار رشد جمعیتی مسلمانان اویغور از سال 2017 میلادی تا کنون نشان دهنده روند و سیر نزول بسیار شدیدی است که عامل آن سیاست ها و برنامه های دولت مرکزی چین است این گزارش می افزاید. نکته قابل توجه این است که جمعیت غیر مسلمانان در مناطق نزدیک به اقلیم شینگیانگ به هیچ و چنین روند نزولی را شاهد نیستند. قابل ذکر است اصلی ترین ملاک استناد شده در گزارش موسسه سیاست های استراتژیک استرالیا جدیدترین آمار جمعیتی کل کشور چین است که ماه مارس گذشته منتشر شد و نشان دهنده این کاهش شدید رشد جمعیتی در مناطق مسلمان نشین است. بر اساس این گزارش رشد جمعیتی در مناطق مسلمان نشین چین در سال 2019 نسبت به مدت زمان مشابه در سال 2017 حدود 56 ممیز 5 دهم درصد کاهش داشته است. این نشان می دهد که جریمه بازداشت و دیگر اقدام هایی که دولت مرکزی چین برای خانواده هایی که تازه بچه دار می شوند توانسته تأثیر به سزایی در جلوگیری از رشد جمعیت در این مناطق داشته باشد. دولت چین مدعی است که با هدف کنترل جمعیت در کل کشورش چنین اقدامهایی را انجام می‌دهد.